برنامه‌های قبلی را با دقت گوش کردم. در ظرف سال‌های آخیر بدخشان از همه لحاظ رشد کرد و از یک منطقه خفامانده و دوردست مملکت به نقطه دلکشی که برای دیدن آن سیاحان از تمام گوشه و کنار عالم سفر می‌نمایند مبدل گشته است. بدخشان پیوسته زیر توجه راهبر دولت قرار دارد، ما باید این را قدردانی نماییم. وضع امروزه مرکز ماموری ولایت شهر خاروق مخصوصا در سطح جنایتکاری باعث سرخمی تمام مردم بدخشان شده است. ما سالهای طولانی خاموش و انتظاری به اعتدال آمدن وضعیت بودیم، اما آن روز تا روز مرکب شده استاده است. از دست چند جنایتکار رزیل ساکنان ناحیه ونج از سفر به شهر خاروق در تشویش می باشند. برای چی ما در وطن خود باید با چنین مشکلی ها مواجه شویم؟ چرا 4-5 جنایتکار محمد باقیر، منور، طالب، خورسند اینا چندین مراتب از های منبر بلندم یک بار صدا داده بود. امروز همه کس میترسد که نام این شخصیت را گیرد. خود را چون لیدر یا کماندان اعلان نموده، مردم را به ترس و هراس نگاه می‌دارند. برای کرده‌شان در نزد قانون باید جواب دهند. ما باید هنوز سال 2012 عدالت قانون را در بدخشان پابرجا می‌کردیم. امروز هم دیر نشده است. خاموشی و بی‌طرفی نسبت گروه‌های متشکل جنایتکاری شهر خاروق برابر به خیانت است. به فکر من جنایتکاران خاروق که همچون سیلاب به دست می‌گیرند، بناهای ماموری را آتش می‌زنند، کارمندان مقامات دولتی و حفظ حقوق را لت و کوب نموده تحقیر می‌سازند، چون تروریستان رفتار نمی‌کنند. با تروریستان مناسبت باید قاطعانه باشد. تمام امکانات تا استفاده سلاح آتشفشان در دایره قانون باید تطبیق گردد. وگرنه ما تکراراً به همان وضعیت سالهای 1990 برمیگردیم. وحشیانه و مشکلی آن دور و زمان را همه ما در خاطر داریم و شخصا من برای فرزندانم چنین آینده را آرزو کردن نمیخواهم. محترم کاتب شورای امنیت، محترم رئیس، در اجلاسه وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشنهاد جهت چاره‌جویی قطعی نسبت گروه متشکل جنایتی پیشنهاد کرده شده بود. در این راستا من همچون رئیس ناحیه و ساکن ناحیه ونج از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که هرچی تیزتر ولایت قانون را در خاروق برقرار سازید. مردم شهر خاروق از همه بیش از این جنایتکاران در عذابند. فرزندان آنها مبتلای نشئه‌مندی و میزدگی شده ایستادند. امروز وقتی آن رسیده است که جنایتکاران برای کردارشان در نزد قانون و در نزد خلق باید جواب دهند.